میبینم که جرأت کردی و برگشتی. سردارت کجاست؟ فرار کرده؟ دزدیدن سردار من تو این نبرد برای شما هیچ سودی نداره. مطمئنن اینو خودتون خوب میدونین. اقبا توه، اون یه بی مصرفه. من عمرمو توی میدونای نبرد گذروندم. باید بگم که حقه شما شرم‌آوره. با کشتن اون خودتونو به مرگ نزدیکتر کردین. مهرزاد فقط یه سردار نیست، اون پسر منه. پیرمرد، قبل از اینکه بکشمت نمیخوای اسمتو به هم بگی؟ ما دشمن همیم. الان پشت من به خاک با تو بیروز میدانی. کارو تموم کن. پدرت یه مرد معمولی نیست. اون در قدرت و شهامت بی همتا است. وقتی زمانش برسه خودت میفهمی. خب قربان، هیچی نگو، بیارش. فرمان بردارم. در اختیار شما سردار. تو آزادی، زودتر از اینجا برو. سردار، الان وقت شادیه، نه غم و اندو. تو در مورد این پیر مرد چی میدونی؟ چطور؟ احساس عجیبی دارم. یه چیزی در این پیر مرده که منو به خودش جذب میکنه. خب اون شخص خاصی نبود قربان. یه سردار بی اهمیت. اون کسی نبود. خودشم همینو میگفت. تو مطمئنی چیز دیگه ای نمیدونی؟ بله سردار، مطمئنم. قوی ترین سردار ایران. چی؟ قوی ترین سردار ایران کیه؟ قوی ترین سردار ایران؟ میخوام بدونم اون کیه. اون یه مرد معمولی نیست. اون تو قدرت و شهامت بی همتاست. اون یه اسطوره است. اون در قدرت و شهامت بی همتاست. یه قهرمان واقعیه. هر کی در برابرش بایسته دو راه بیشتر نداره. یا باید فرار کنه و یا منتظر مرگ باشه. بازوهاش کوه و جا به جا میکنه و شمشیرش همیشه تشنه خونه. ایران و کیکاووس بدون اون تکیه گاهی ندارن. اون یعنی ایران و ایران یعنی رستم.
کشتید؟ باور نمی کنم، باور نمی کنم. دست خودم نبود، یه نیروی عجیب شمشیرمو هدایت می کرد. با تمام احترامی که براتون قائلم، باید بگم که کار اشتباهی کردین. آخه رسم جنگیدن که اینه. یه بار دیگه مؤاخذم کنی، کاری میکنم فردا رو نبینی.